شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، من جمشید شالنگی در یک ساعت پیش رو با شما هستم در تفسیر خبر از استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن. آنگونه که منابع خبری مختلف گزارش میدن، در ایران نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. در این مسیر رضا نجفی مترجم سرشناس ایرانی نیز بازداشت شد. در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران تا کنون دست کم صدها تن بازداشت شدند که مسئولان دولتی در مورد محل کشته شدگان عاشورای تهران تحت کنترل ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شد. در شیراز بانوان خاندان دستغیب با انتشار نامه‌ای سرگشاده که آن را رنج نامه خواندند درباره هجوم ماموران امنیتی دولت ایران به خانه خود خبر دادند. این در حالی است که گزارش‌های تصویری تازه‌ای از پیامدهای قتل شهروندان ایرانی توسط ماموران دولتی یا کسانی که معروف به لباس شخصی هستند در ایران منتشر شده است. یکی از قربانیان رویدادهای اخیر تهران. در واشنگتن گروهی از ایرانیان از جمله فعالان سیاسی در پی راهپیمایی از برابر دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت آمریکا تا کاخ سفید از پرزیدنت اوباما خواستند سیاست قاطع‌تری در مورد نقض حقوق بشر در ایران در پیش گیرد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. شکنجه و تجاوز ملغا باید گردد. تجاوز جنایت مرد در این بلاد. روزنامه واشنگتن پست نیز اعتراض استادان دانشگاه در ایران را در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بازتاب داده است. نیویورک تایمز دیگر روزنامه آمریکایی نیز در گزارشی با عنوان فیلمسازان ایرانی بر بحران در این کشور تمرکز کردند، تلاش فیلمسازانی چون بهمن قبادی و محسن مخملباف را برای بازتاب اوضاع جاری در ایران در سطح بین المللی منعکس ساخته است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را در گفتگو با آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس که در سفری به آمریکا با ما هستند، آقای احمد باطبی با گزارشی از آخرین رویدادهای نقض حقوق بشر در ایران با من و شما خواهند بود، آقای رامین احمدی فعال حقوق بشر در عرصه بین المللی برای دقایقی از طریق تلفن با ما خواهند بود و خانم الهه ایکس فعال حقوق بشر در نیویورک. با آقای اکبر صارمی فرزند آقای علی صارمی نیز در کمپ اشرف در عراق
گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. آقای علی صارمی که دوران محکومیت زندان خود را می‌گذراند به اعدام محکوم شده است. با یک عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران نیز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. چند تن از اعضای این کمیته در ایران در زندان به سر می‌برند. تا لحظات دیگر با شما عزیزان خواهیم بود. خیلی خوش اومدید آقای رشیدی. سپاسگزارم. بسیار خرسندم که در کنار شما هستم. آقای رشیدی برای برخی از بینندگان که احتمالاً با نام و چهره ایشون آشنایی ندارن، از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم پاریس هستن، از ایرانیان کرد در زمینه نوشتاری فعالیت دارن و همینطور در زمینه روزنامه‌نگاری تصویری از طریق شبکه‌های تلویزیونی کرد زبان که از اروپا پخش میشه و از نقاط مختلف جهان به همین مختصر قناعت میکنیم، از بودنشون استفاده میکنیم، پرسش‌هایی داریم با ایشون، از جمله اینکه آقای رشیدی شما عرصه سیاسی ایران رو در ارتباط با نقض حقوق بشر چطور میبینید در سراسر؟ ببینید، در سرزمین ایران متاسفانه در طول 30 سال گذشته ما با یک نظام استبدادی روبرو هستیم. نقدی که من میخوام در همین جا بزنم، متاسفانه برخی ها میخواهند تمام تحولات و رویدادهای ایران و ایران زمین رو گره بدن به بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران و میخوان این تصویر و این تابلوی سیاسی رو ارائه بدن که بعد از آمدن آقای احمدی نژاد همه چیز خراب شده، در حالی که در طول 30 سال گذشته ما با نقض حقوق بشر مدام روبرو بوده ایم. به همین دلیل، به دلیل نبود آزادی های همه جانبه در کشور ایران و به دلیل حاکمیت ایدئولوژیکی و استبدادی جمهوری اسلامی ایران، کماکان با نقض حقوق بشر روبرو بوده ایم. ولی امروز به دلیل فعالیت دانشجویان و اینجوه های مستقل، در واقع جهانیان بیشتر با نقض حقوق بشر و با سیستم استبدادی جمهوری اسلامی ایران روبرو هست. خب این روالش یکسان بوده، خیلی معتقد هستن الان به طرز گسترده تری و به طرز اصطلاحاتی که به کار میبرن، یعنی حتی اصطلاحات مثل وحشیانه، سرکوب وحشیانه، زدن دختران ایرانی در خیابان، کشتن دختران ایرانی، فرق نمی کنه، در نقاط مختلف ایران، بدون مسئولیت بودن نیروهایی که از دولت دستور می گیرن در سرکوب مردم. ببینید آقا چالنجی، من خودم نسل بعد از انقلابم، ولی شعار حکومتگران جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیت خودشون در مقابل زنان شعار روسری یا توسری بوده. ما کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو داریم، نقض همه جانبه حقوق بشر در سرزمین ایران از همان سرآغاز شروع شده، ولی همان گونه که اشاره کردم به دلیل فعالیت بیشتر ارگانیزاسیون های مدنی و سازمان های مستقل مدنی، امروز جهانیان و حتی یه بخش از ایرانیان با این ستم و جور و ستمی که بر ما روا داشته میشه آشنایی بیشتری پیدا کردند. اگر ما فقط بخوایم ولی در این شکی نیست که نقض حقوق بشر، سرکوب معترضین در مراحل گوناگونی شدت بیشتری پیدا میکنه، ولی امروز چرا شدتش بیشتره؟ به نظر من شکاف عمیقیه که در میان حکومتگران به وجود آمده است و در این شکی نیست پایه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در درون خیش سست شده، متزلزل شده. به همین دلیل این خصلت فقط جمهوری اسلامی نیست، خصلت تمام رژیم‌های استبدادی است. شما بیایید پرونده حکومت کمونیستی یا رژیم کمونیستی رو در روسیه سابق بررسی بکنید، استالین میلیون ها انسان رو به جوغه های اعدام سپرد، تحت این نام برای اونها پرونده سازی کرد که اینها به آرمان های کمونیستی خیانت کردند. اونها
آنها را آوردند، انسانهای شریفی هم بودند، برای آرمانهای کمونیستی هم دلسوز بودند. مثل جمهوری اسلامی آوردن اونها را در تلویزیون ها ازشون اعتراف گرفتن و اونها تجاوز کردن و نهایتا این نظام فرو پاشید، از بین رفت. خب احمد جان خوش اومدی. تشکر میکنم، سلام میکنم خدمت شما. گرفتاری که نه، کارهای مختلفی که داشتی. موافق هستی به اتفاق میریم به طرف نیویورک و به طرف بوستون، به طرف دانشگاه ییل؟ حتما. چون آقای احمدی با گرفتاری های زیادی که داشتن، یعنی مشغولیات زیادی، گرفتاری نیست، پزشک هستن و کار شفا بخشی رو در حدی که میدونن، تخصص بسیار خوبی هم دارن، انجام میدن که بسیار کار انسانی است. وقتشون رو به ما دادن، تلفنی با ما هستن. سلام به شما آقای دکتر احمد. سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان قهرمان و عزیزم که دارن به ما گوش میدن. تشبیه کردن آقای رشیدی اون چرا که در ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر میگذره با شوروی زمان استالین، منطقی است؟ والا از دید مبارزه بی خشونت در واقع طرز تحلیل میکنم قدرت دولت ها رو و شکل دولت ها رو، و از دید این مبارزه پایگاه هر حکومتی در واقع یک پایگاه پلورالیستیه، به این معنی که روی یه پایه وا نمیسته، روی چند پایه مختلف وامیسته یک حکومتی، حکومت چه حکومت شوروی باشه، چه حکومت ایدئولوژیک باشه، چه مذهبی باشه، چه توتالیتر باشه، چه حکومت های دیکتاتوری استبدادی انواع دیگرش باشه. حکومت جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نبود، یعنی حکومت جمهوری اسلامی هم روی چندین پایه مختلف قرار داشت، و چیزی که از دوم خرداد عوض شده در واقع این هستش که تعداد زیادی از این پایه ها رو از دست داده و الان داره سعی میکنه فقط حکومت رو از طریق تکه کردن روی یک پایگاه، یعنی پایگاه در واقع سپاه پاسداران ادامه بده. این اون چیزیه که به نظر من جمهوری اسلامی رو از حکومت های دیگر استبدادیش الان جدا میکنه، متفاوت میکنه. ممکنه که خیلی از تاکتیک هایی که به کار میگیره برای سرکوب همینطوری که اشاره کردن دوستمون، مثل تاکتیک های باشن که دولت استالین و چین و غیره استفاده کردن برای سرکوب مخالفینشون، ولی واقعیت برای اینجور حکومت ها باید نگاه کرد به پایه های حکومت. پایه این حکومت الان به طور به تنهایی واقعا سپاه هست، و زمانی که این پایه درش شکاف برداره این حکومت به سرعت فرو میریزه. خانم هیکس سلام به شما. خانم الهی هیکس در نیویورک. من هم خدمت شما آقای چالنگی، مهمانان برنامه و بینندگان گرامی سلام دارم. خانم هیکس، روند نقض حقوق بشر در ایران به گفته خود شما و نهادهای حقوق بشر، شخصیتهایی که در زمینه این زمینه فعالیت میکنن، روز به روز گسترده تر میشه در ایران و شده. واکنش سازمان های بین المللی رو در مرحله اول از شما به طور خلاصه میشنویم. همونطور که شما اشاره کردید آقای چالنگی، دامنه گسترده نقض حقوق بشر واقعا در هفته گذشته به هر حال گزارش هایی که از ایران آمده واقعا یکی از تلخ‌ترین و پرحادثه‌ترین از نظر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بوده. و هفته گذشته صحبتی که ما در برنامه داشتیم، شما از عکس العمل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در رابطه با حوادثی که در روز عاشورا در تهران و سایر شهرها اتفاق افتاد پرسیدید، که تا آن زمان هنوز نیامده بود یا به هر حال تهیه نشده بود، ولی یکی از واقعا بی سابقه ترین عکس العمل ها توسط کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل بود. بارها گفته شده که لحن محتاطانه و دیپلماتیک حتی مسئولین نهاد حقوق بشر در سازمان ملل متحد بسیار واقعا بعضی موقع ها مورد انتقاد هست، ولی خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر حوادث روز یکشنبه در تهران و سایر شهرستان‌ها و در ایران را تکان دهنده خوانده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به خونریزی و کشتار شهروندان ایران خاتمه بدن. و خانم پیلای گفته که با بررسی حوادث روز یکشنبه واقعا شوکه زده شده. از طرف سازمان عفو بین‌الملل هم
نسبت به حوادثی که در روز در یک شنبه و روزهای پس از آن اتفاق افتاده، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به قتل عام و خونریزی مردم خاتمه بدن. و سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه نسبت به هر حال دستگیری گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان گفته که، به عبارت مقامات این سازمان گفته که مقامات جمهوری اسلامی از روزنامه‌نگاران در ایران خواستند که ساکت بمانند تا آنها به کشتار خود ادامه دهند. واقعا و در خبرها همونطور که شما اشاره کردید در صدر روزنامه‌ها و حتی بررسی و تحلیل‌هایی که روز گذشته در تلویزیون‌های آمریکا اتفاق افتاد، همه تحلیلگران سیاسی از نقض حقوق بشر، از کشتار مردم واقعا دوچار سردرگمی که نه، ولی مطمئنن به این تحلیل رسیدن که رژیم ایران از خطر در با خطر فروپاشی روبروست و برای همین هستش که با این شتاب و با این حرکت دست به کشتار مردم در روزهای گذشته زده در خیابانها. خب ما در اینجا تصویری داریم، سخنانی داریم از آقای صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران. ایشون چنین میگه: در مقام ریاست دستگاه قضایی ایران میشنویم که در واقع تهدید به شمار میره. بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به مردم اطمینان میدم، به ملت شریف ایران، که دستگاه قضایی در انجام وظیفه خودش انشاءالله هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیر این قضایی خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروهی که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست، بلکه اینها با اصل نظام مخالفند، حتما نسبت به اینها رسیدگی خواهد کرد قاطعانه و با سرعت، و در این جهت ما هیچ تردیدی به خودمون انشاءالله راه نخواهیم داد. خب اینو ایشون گفتن، برادر ایشون که رئیس مجلس هست، چند روز پیش از اظهارات آقای صادق لاریجانی تهدید کرده بودن که زمین سازی برای اینکه مجلس قانونی رو تصویب کنه یا قانون مجازات اسلامی رو به اجرا بگذاره علیه معترضان. اون چیزی که آقای لاریجانی گفت شنیدید، اما یکی از صحنه هایی که در تهران اتفاق افتاد که بارها و بارها دیدید از جمله از صدای آمریکا، برنامه تلویزیونی صدای آمریکا می‌بینیم، بعد پرسش هایی داریم. آقای رشیدی ببینید، رئیس دستگاه قضایی میاد جلو دوربین تلویزیون میشینه به میلیون ها نفر میگه که ما رسیدگی میکنیم به این امور، تا اینجاش درست. اما رئیس دستگاه قضایی که قرار هست تحقیق انجام بشه، مجرمین شناخته بشن، متهم مجرمی هم نیست از نظر هر دستگاه قضایی، در مزان اتهامی هستن، بعد عادلانه رسیدگی میشه، از همین ابتدا رئیس دستگاه قضایی میگه عمل شنیع این گروه که طبعا مخالفان میگن، چون روز قبل از این حرفایشون و برادرشون رئیس مجلس با احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرد، عمل شنیع چرا از زبان رئیس قوه قضاییه حکومت جمهوری اسلامی که مدعی حکومت الله بر زمینه، ما نمیشنویم که بگن که این عمل شنیع که با خودروی پلیس روی مردم میرن رسیدگی میشه و عاملانش مجازات میشن؟
بعد از محاکمه عادلانه. ببینید آقای چالنگی، خیلی ها دل به این بسته بودن که با رفتن آقای شاهرودی دستگاه قضایی کشور ما بهبود پیدا میکنه، ولی همان گونه که جناب عالی اشاره کردین، از همون ابتدا رئیس دستگاه قضایی در مقام یک نظامی کار و یک فرمانده نظامی داره مخالفین خودش، مخالفین حکومت و منتقدین، حتی اونهایی که در دایره حکومتی بدون اینکه پایه ها و نظام جمهوری اسلامی ایران و مورد تعارض یا انتقاد قرار داده باشن، چون این تهدید میکنه. این آدم رو به یاد خالخالی میاندازه، زمانی که اومده بودن کشتار وسیع و در سراسر ایران با بویژه در کردستان را انداختن سال 67، بلا فاصله میگفت با شعار یک و دو، اونهایی که تو زندان ها بعدها اومدن بیرون و خاطرات خودشون رو نوشتن، اشاره میکنن که میگه اگر گناهکار به بهشت میره، اگر گناهکار نیست اگر بی گناه بود به بهشت میره، و اگر گناهکار بود به سزای اعمال خیش رسیده. یعنی در سرزمین ما در ایران خشونت و باستولید خشونت یک وجه و یک پای ایدئولوژیکی داره. وقتی که حکومت ادعا میکنه و مدعی است که پاسداری از اسلام و صدور انقلاب وظیفه اونه، چنین عمل میکنه و چنین مخالفین خودش رو سرکوب میکنه، مخالفینی که فقط خواستار تغییرات جزئی هم هستن. خب آقای باطبی، پرسش اینه، در این زمین اگه صحبتی هست، آقای اخبار منتشر شده که دادستان کل کشور هم همین حرف رو میزن و وزیر اطلاعات هم همین حرف رو میزن، از پر این که قوا از هم جداست، آقای صادق لاریجانی قرار هست به طور مستقل عمل کنه، یعنی حافظ عدالت باشه و رسیدگی به مطالبات شاکر. خبر اخباری در این زمینه آیا هست؟ خواهش میکنم. قبل از این خبر خدمتون بگم، یک مورد خدمتون عرض بکنم، اون که موضوع کاملا شفافه و انقدر این تکرار شده که فکر نمی‌کنم زیاد به تفسیر نیاز داشته باشه. کما اینکه آیلر جنرال تو صحبتاشون هم فرمودن که اینها معترض نیستن و در واقع مدعی اعتراض هستن. همین جماعت در اول انتخابات شعارشون بود که رأی ما کو، یعنی هیچ کدوم از این داستان‌ها رو نداشتن، یعنی دقیقاً اعتراض به خاطر رأی بود. و بعد از یک پروسه که طی شد و موارد نقض حقوق بشر گسترده صورت گرفت، ما دیدیم که کار به اینجا کشید شد که الان همین صحبت ایشون و صحبتی که آقای رادان کردن روز گذشته و اعلام کردن که پلیس به صورت جدی برخورد میکنه، فقهایی که وابسته به حاکمیت هستن طبق اخبار اعلام کردن که حکم ارتداد و محارب بودن کسایی که در اعتراضات شرکت میکنن رو اعلام کردن، و همینطور دادستانی تهران شب گذشته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم با شبکه العالم صحبت میکرد و در اونجا اعلام کرد که بدون کوچکترین ملاحظه برخورد صورت خواهد گرفت. خب به خبرها میرسیم. باز آقای مصطفی نجار وزیر کشور ایران در جمهوری اسلامی، ایشون هم صحبتایی دارن در همین مسئله، میشنویم. در واقع ملت عزیز ما با اومدنشون به صحنه تکلیف اینها رو روشن کردن و تکلیف کردن بر مسئولین که حق مردم رو از اینها بگیرن. ملت بزرگ ما و مسئولین کوتاه نخواهند اومد و این رو که این خوابی رو که استکبار جهانی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و انگلیس‌ها و منافقین و سلطنت طلب‌ها و ازنابشون و منافقین در داخلی که از به شکل جدید ظاهر شدن به گور خواهند برد، این آرزو رو که یه روزی بخوان دوباره برگردن و این مملکت رو در اختیار خودشون بگیرن. حیدر مسلی وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی چه میگوید؟ گیر شده ها بخشی اتباع بیگانه هم هستند. نکته قابل توجهش اینه که اتباع بیگانه در واقع کسانی هستند که دقیقاً یه حرکت تبلیغی و جنگ روانی رو دنبال می‌کردن. افرادی که دستگیر شدن عمدتاً مأموریتی که داشتن تو این راستا بوده، یعنی در واقع طرف دو روز قبل از عاشورا اومده اصلا به همین منظور، در واقع دوربین ها و وسایلی که در اختیارش داشته که کشف شده، اینا در راستای دقیقاً یه چنین حرکتی هست. خب آقای حیدر مسلی شنیدیم. آقای احمدی، این همه شاخوشونی کشیدن ها برای چیست؟ مردمی رو که به گواه دوربین ها
بسیار ما رقم عدد نمیدیم دقیق، اما گروه نیستن، چون گروه یک معنی محدودی داره. بله. تحقیر مردم، تحقیر جمعیت، و بعد از قوه اجرایی تا قوه مقننه تا قوه قضایی هم هر سه یک سو حرف میزنن. آقای صادق لاریجانی بر چه مبنایی از نظر حتی قوانین جمهوری اسلامی اجازه داره که شما به ما بگید که چنین تهدید کنه جوان ایرانی رو مثلا؟ بله، اینا در واقع پس لرزه های عاشورا هست. زمین لرزه عاشورا من فکر میکنم به کلی حضرات رو تکون داد و در واقع به این نتیجه رسیدند فعلا که باید به شدت سرکوب بکنن، حتی به شدتی بیشتر از پیش. ولی عملا این تهدیدها ما میدونیم که خیلی توخالیه، مثلا از قاطعیت و سرعت در دستگاه قضایی صحبت میکنن، در حالی که به قول خودشون سران فتنه را میدونن کیا هستن، ولی هفت ماه جرأت نمیکنن اینا رو دستگیر بکنن. از مردم به شدت میترسند، وگرنه گروه ترور درست نمیکردن به اندر خونه مردم، مردم رو ترور بکنن، فعالین حقوق بشر رو زندان نمی کردن. در شهرستان های کوچک هم الان به شدت در واقع این قضیه اوج گرفته. من می دونم که حداقل در یک شهرستان در عراق تعداد زیادی از مغازه‌داران و تظاهر کنندگان عاشورا رو دستگیر کردن. در شهرستان های کوچک من فکر می کنم رژیم با خشونت حتی بیشتری روبرو میشه با مردم، برای اینکه نگرانه که اگر که خشونت بیشتر انجام نده و در شهرستان‌ها و شهرهای کوچکتر هم جنبش رشد بکنه، اون وقت به کلی از کنترلشون خارج بشه. ولی نقض حقوق بشر در این شرایط بسیار اوج گرفته و هر چه که مردم به اصطلاح بیشتر به خیابون میان و بیشتر اعتراض میکنن، در واقع رژیم کنترل روی حتی نیروهای خودش رو بیشتر از دست میده. من یک نکته رو فقط میخوام اشاره کرده باشم، چون ما در اولین بار در برنامه شما کهریزک رو مطرح کردیم و سازمان‌های بین‌المللی پیگیری کردند و خبررسانی شد در سطح جامعه ایران، و به نظر من به نفع قربانیان و زندانیان کهریزک بود که هرچه زودتر این قضیه انجام بشه. یک چند تا کهریزک جدید ممکنه در واقع در شرف وقوع باشه، از جمله در پادگان اشرت آباد که تعداد زندانی ها بالای 500 نفر هستن و حداقل دو نفر بنا به اخبار رسته جون خودشون از دست دادن. پادگان اشرت آباد میتونه کهریزک جدیدی باشه و وقایعی که درش اتفاق میفته شاید به مراتب بدتر از زندانهای دیگه و کهریزک باشه. این استش که من فکر میکنم کسانی که جگرگوشه‌هاشون دستگیر هستن و ممکنه اونجا باشن، از طریق به هر حال هر طریقی که میتونن اعتراض بکنن، دنبالگیری بکنن کار بچه‌هاشون رو، سعی بکنن که اینها رو به هر طریقی شده نجات بدن و بیرون بیارن. برای اینکه من فکر میکنم که باز این قضیه ممکنه چندین هفته طول بکشه تا افشا بشه، و بعد وقتی که افشا بشه و اینا مجبور بشن آزاد بکنن، مقدار زیادی جسد تحویل خانواده‌ها بدن. شرایط به هر حال شرایط بسیار بحرانیه و من واقعا فکر میکنم که این به اصطلاح عکس العملی که شما ازش صحبت کردید و بهش اشاره کردید مدت خیلی طولانی نتونه ادامه پیدا بکنه، ولی در این مدت کوتاه به هر حال یک مقدار از مردم ما باز قربانی خواهد گرفت. آقای رامین احمدی، دکتر رامین احمدی، سپاسگزار هستیم از شما، چون قرار ما با آقای احمدی این بود که به خاطر مشغول بودنشون در بیمارستان باید باشن. نیم ساعت اول برنامه با ما هستن، ناچار هستیم باشون خداحافظی کنیم. بیمارانی چشم به راه تخصص ایشون هستن. خیلی ممنونم آقای. با سپاس دوباره از شما، و از همونجا به تهران میریم. سلام میگیم به آقای سعید حبیبی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، که هفت عضو این کمیته اگر اشتباه نکنم در زندان هستن. سلام به شما آقای حبیب. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چالنگی و بینندگان برنامه شما. به طور مختصر به ما بفرمایید اسامی بازداشت شدگان که در ارتباط با فعالیت‌های حقوق بشر بازداشت شدن در ایران، جناب حبیب. خواهش میکنم عرض کنم که در هفته‌های اخیر در یک مورد 5 نفر از اعضای
کمیته گزارشگران حقوق بشر و در مورد بعد دو نفر دیگه دستگیر شدن که عبارتند از خانوم ها پریسا کاکایی و خانوم شیبا نظرآهاری و آقای پوریار گودرزی، آقای مهداد رحیمی، آقای سعید حائری، آقای سعید کلانکی و آقای سعید جلالی فر. بله، از محل بازداشتشون آیا اطلاعی در دست هست؟ خانواده هاشون در تماس هستن؟ بالا همه این دوستان ما متاسفانه الان در بند 209 زندان اوین حضور دارند. خانم نظرآهاری و آقای گودرزی متاسفانه در سلول انفرادی هستند و دیگر دوستان رو ما اطلاع چندان دقیقی نداریم، جز خانم پریسا کاکایی که تماسی گرفتن و در یک سلول جمعی 3 نفر حضور دارند. اما دیگر دوستان یعنی آقای رحیمی، آقای حائری، آقای کلانکی و آقای جلالی فر الان وضعیت مشخصی رو ما ازشون سراغ نداریم. این جوانان ایرانی چه میکردن؟ والا فعالیت ما در کمیته گزارشگران حقوق بشر خب برمیگرده از سال 84 اسفند ماه سال 84 آغاز شده. ما چنان که در اساسنامه‌مون هم ذکر کردیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، پروتکل‌های الحاقی به اون و دیگر اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر وفادار بودیم و مشروعیت خودمون رو هم در طبیعتاً از این اسناد گرفتیم. تمام فعالیت ما اطلاع رسانی در جهت نقض حقوق بشر، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران بوده و طبیعتاً جمهوری اسلامی چندان دل خوشی از این گونه فعالیت ها، این گونه خبررسانی ها نداشته. انواع مختلف در مقابل ما به دنبال این بودن که فعالیت های ما رو محدود کنن، از بازداشت، دستگیری، فیلتر کردن سایت و تهدیدهای مکرری که برای تک تک اعضای ما به وجود آوردن، خواستن که این مسئله مسکوت گذاشته بشه. اطلاع رسانی به کی آقای حبیبی؟ آیا با دولت های خارجی نیست؟ اونطور که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی میگن، متهمین رو که بازداشت میکنن در تماس بوده کمیته گزارش کردن حقوق بشر. ببینید، ما وظیفه اصلیمون رو اطلاع رسانی به توده مردم ایران و در حقیقت کل مردم جهان قرار دادیم، اما این رو من به صراحت اجازه بدیم خدمتتون ذکر کنم. در اعلامیه مربوط به حقوق و مسئولیت افراد در ترویج و حمایت از حقوق بشر به صراحت این مسئله ذکر شده که هر فرد یا گروه میتوانند برای فعالیت در جهت حقوق بشر با نهادهای بین المللی که در این زمینه فعالیت میکنن میتونن ارتباط داشته باشن، گزارش بدن و گزارش بگیرن. ما بارها این مسئله رو تاکید کردیم که در زمینه فعالیت حقوق بشر هیچ حد و مرزی رو ما برای خودمون قائل نیستیم. به عبارت دیگه فعالیت حقوق بشر رو حقوق بشر رو به معنای عام در نظر میگیریم، با وجوه مختلفش در زمینه زنان، کودکان، زندانیان سیاسی، محیط زیست، اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، دگرباشان جنسی و انواع و اقسام مطالب دیگری که در ذیل حقوق بشر مدون شده در اسناد بین‌المللی. متأسفانه جمهوری اسلامی خیلی با این مسئله سر سازگاری نداره. اتهاماتی که متاسفانه ذکر میکنن که کاملا بی اساس و بی محتواست، ارتباط کمیته گزارشگران حقوق بشر با بعضی گروه های سیاسی، بعضی احزاب سیاسی است که من قویا این رو تکذیب میکنم. ما در اساسنامه‌مون این مسئله رو ذکر کردیم که کمیته گزارشگران حقوق بشر یک نهاد کاملا مستقل هست. اما متاسفانه منطق بازجویی آقایون گویی با منطق اوغلای بشری هیچ گونه همخوانی نداره. سپاسگزار هستیم آقای سعید حبیبی در تهران، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم، خیلی ممنون. خانم هیکس، به طور مختصر اگه بفهمیم، ببینین جوانان ایرانی با گفتن با نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل یا کمیساریای پیشین حقوق بشر در تماس هستن، اطلاع رسانی میکنن، خود شما بارها اینجا آدرس دادید و بعد متهم میشن ارتباط با دول بیگانه، حالا نه لزوما اعضای این کمیته، کسان دیگه مثل بازداشت شدگان. آقای بان کی‌مون کجاست؟ دبیر کل سازمان ملل متحد. آقای چالنگی، حتی اگر که
من قانون اساسی ایران را در سال گذشته در سوالاتی که شما مطرح فرمودید که چرا مقام قوه قضاییه، ریاست قوه مقننه و وزیر کشور و وزیر اطلاعات به این صورت تهدیدآمیز صحبت میکنن، این واقعا اگر که هیچ کس بهتر از رئیس قوه قضاییه ایران نمیدونه قوانین ایران را، قانون اساسی ایران آزادی اجتماعات، آزادی بیان و آزادی احزاب و همه فعالیت ها را تضمین کرده. نوع برخورد و صحبت هایی که در هفته گذشته توسط این مقامات منعکس شده در تلویزیون دولتی بیشتر ترس و واهمه اشخاص هستش که در وقتی که مورد خطر قرار بگیرن به این صورت تهدید میکنن و حتی قوانین خود کشور رو زیر پا میگذارن. در مورد فعالیت افرادی که اگر در قانون کشور آمده با کشورهای خارجی و دول بیگانه غیر قانونی و هستش، باید در یک دادگاه عادلانه منصفانه با حضور هیئت منصفه این جرائم مطرح بشه و اصل بر براءت هستش، نه اینکه افراد رو شبانه در دل شب به طوری که واقعا به صورتی برو بایند و ببرن. هنوز از محل این افراد، نگهداری این افراد خبری در دسترس نیست. طبق قوانین ایران ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه، وکلا در جریان گذاشته بشن. ولی مسئله برمیگردم به سوال شما، عکس العمل خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر که زیر نظر چتر به هر حال آقای بانکمان کار میکنه، یکی از شدیدترین به هر حال بیانیه‌های خودش رو روز چهارشنبه منتشر کرد و به مقامات جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللیشون رو در قبال محترم شمردن موازین حقوق بشر یادآور شد. مگر اجازه بفرمایید خانم هیکس، این که یادآور بشن، ببینید رئیس قوه قضاییه کشوره، عضو سازمان ملل متحد، میاد میشینه جلو دوربین رو به میلیون ها آدم، برخلاف وظیفه‌ای که قوانینی که خود شما اشاره کردید، قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی پیشاپیش قضاوت میکنه، میگه عمل شنی. این عمل شنی دیدیم جوانا چه میگفتن تو خیابون. یک کلمه راجبه عملی که ما دیدیم، رفتن با اتومبیل پلیس، خودروی پلیس، پیکاپ پلیس روی یک جوان ایرانی صحبت نمی‌کنه. خانم ناوی پیلار فقط یادآوری می‌کنن که شما تعهد دارید، خب چه اتفاقی می‌افته؟ آیا این تصویر رو خانم ناوی پیلار یا آقای بانکیمون می‌بینه؟ همین تصویری که ما نشون دادیم در تلویزیون‌های آمریکایی زبان و تلویزیون‌های زبان‌های دیگه، کشته شدن یک جوان ایرانی توسط خودروی پلیس رسمی دولت. آقای بانکیمون قرار بود برن ایران، چه شد؟ آقای چالنگی، خانم پیلا این تصاویر رو دیده که گفته که از دیدن وقایعی که روز یک شنبه در ایران اتفاق افتاده شوکه زده شده و به هر حال وضعیت نقض حقوق بشر در ایران رو تکان دهنده خوانده و به طور قطع منعکس کننده نظرات آقای بانگمان هم هست. ولی در اینجا باید آقای چالنگی به این، اگر که ما مدینه فاضله‌ای داشتیم در رابطه با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، کشورها و دولت‌ها ناقض حقوق بشر نبودن و میدونید که ما اگر در نهایت مطلوب آقای البشیر رو داریم در سودان که حتی حکم بازداشت اون به دلیل قتل عام مردمش صادر شده، ولی هنوز مکانیزم‌هایی در نیست که بتونه ایشون رو تحویل دادگاه عالی جنایی بده. به هر حال ایران 25 بار در مجمع عمومی محکوم شده، ماه فوریه، ماه آینده قرار پرونده اون بررسی بشه و از جمع شدن این پرونده سازی ها میشه امید داشت. آقای چالنگی، میشه امید داشت که روزی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه. تا آن زمان راه زیادی هستش، ولی همونطور که گفتم متاسفانه مکانیزمی که وادار بکنه دولت ها را که بلا فاصله به حقوق افراد شهروندانشون رو محترم بشمارن وجود نداره در حال حاضر و فقط دولت ها هستن که میتونن فشار وارد کنن. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا روزهای گذشته بیانیه های بسیار قوی صادر کردن و امید هستش که اجماع جهانی روزی بتونه مقامات جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تبعیت بکنن از تعهدات بین المللی خودشون. خبرهای دیگه رو از شما میشنویم آقای احمد باطبی، آخرین خبرهایی که هست. خواهش میکنم.
طبق معمول موارد نقض حقوق بشر در هفته گذشته خیلی زیاد بود که من جزئیات رو نمیتونم بپردازم، اما موارد مهمش رو میگم خدمتتون. دو نوع در واقع شکل نقض حقوق بشر در ایران داشتیم که شکل سنتیش بود که سالهای قبل بود و شکل جدیدش که بعد از انتخابات خیلی شاهد اون بودیم. ما امروز رو، یعنی روز دوشنبه رو، با سه اعدام در زندان خورین ورامین آغاز کردیم. سه زندانی که به توسط مقامات اعلام شده که در واقع جرمشون قتل بود و تجاوز به عنف، ولی خب جزئیات مبنی بر اینکه کجا چطور و تو چه دادگاهی محاکمه شدن هیچ خبری منتشر نشد. سه نفر از رهبران مذهبی در سیستان و بلوچستان امروز دستگیر شدن و اسامیشون منتشر شده و همینطور خبری رو ما داشتیم روز گذشته مبنی بر انتشار یک بیانیه از سوی گروه جندالله که اعلام کرده بودند که از این به بعد در قبال حکم اعدام موضع جدیدتری خواهند گرفت و حاکمیت رو به نوعی تهدید کرده بودن. شاید این تحلیل درستی شاید نباشه، ولی شاید این یک جور عکس العمل بود در قبال در واقع این بیانیه. همینطور ما مستا ایوب گنجی که یکی از رهبران مذهبی کردستان بود، حکم 10 سال زندانشون تایید شد. دستگیری های متعددی دیدیم در ادامه دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی که روز گذشته باز و هفته های گذشته باز هم داشتیم. آقای نجفی که شما فرمودین تو خبرهاتون، همینطور بله همینطور آقای محسن محققی و آقای امیر خورم از نهضت آزادی و همینطور خانم سارا توسلی، دختر آقای توسلی که از چهره‌های سرشناس نهضت آزادی هستند، در پی احضار به در واقع وزارت اطلاعات برای پرسش و پاسخ دستگیر شدن و به زندان منتقل شدن و اخبار متعدد دیگه که اگر مایل باشیم با جزئیات من خدمتتون. بله، یک خبرمون داشتیم لحظاتی قبل از اومدن به استودیو، آقای رضا رخشان عضو سندیکای کارگران تر نیشکر هفت تپه، ایشون هم بازداشت شد دقایقی قبل از استودیو که قطعا الان خبرش روی میز شما خواهد بود، احتمالاً بعد از من به دستتون رسیده، شما مشغول تهیه گزارش بودید. این آخرین خبر هاست. یک پرسش هست در این مورد که فرزندان بازداشت شدگان رو هم مثل دختر خانم توسلی رو بازداشت کردن، اما به خاطر فعالیت مستقل خودشون، حالا فعالیت هم تظاهرات در خیابونه، یا نه به خاطر پدرشون هست یا بستگانشون، حالا هر کسی، تحریر متعددی میشد، ولی یکی از اعضای نهضت آزادی با در واقع پایگاه خبری روز مصاحبه کرده بود و معتقد بود که دستگیری اعضای خانواده در واقع نهضت آزادی برای اینه که اعضای نهضت آزادی در زندان تحت فشار قرار بدن برای انحلال این حزب و توقف کارش. اما دستگیری متعدد دیگه ای هم داشتیم، مثل خانواده هایی که خانواده دستگیر شدگان روز عاشورا که جلوی دادگاه انقلاب تجمع کرده بودن. نظر شخصی من اینه که واقعا تحت فشار قرار دادن این خانواده است برای اینکه عکس العمل مضاعفی انجام ندن یا با گروه ها و سازمان های حقوق بشر یا رسانه ها ارتباط برقرار نکنن و تولید هزینه نکنن. ولی خب یک دیدگاه در واقع غیر منطقی هم حاکمیت داره در قبال دستگیری، یعنی تحلیل درستی از بازتاب اون نداره. به هر حال این هر دو میتونه باشه. متشکرم هستیم آقای احمد باطبی عزیز، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو از استودیوی 47 صدای آمریکا. وقتی برگردیم به کمپ اشرف نیز خواهیم رفت، با فرزند آقای علی صارمی، آقای اکبر صارمی گفتگو خواهیم کرد. آقای علی صارمی پیشتر دوران محکومیت زندان خودش رو میگذرون، به بیش از 10 سال محکوم شده بود، اما تجدید نظر شد و به اعدام محکوم شد. لحظاتی دیگه با شما عزیزان خواهیم بود. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2.3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی.
ماهواره آسیاست 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. ماهواره عربسط EB2 26 درجه شرقی، فرکانس 11.662 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. خب من یک توضیح دیگه هم بدم اضافه کنم. همکارمون براتون ماهواره ها رو میگفتن. در حال حاضر روی 4 ماهواره اطلاع دارید که فرستنده های ما زیر بمبارمان پارازیت دولتی ایران قرار گرفته، همینطور شبکه های فارسی زبان دیگه مثل بی بی سی، و اینجا در تلاش هستن در صدای آمریکا که رسوندن تصویر و صدای آمریکا رو به منزل شما میسر بکنند طریق کانال هایی که حذف شده بود. کار دولت ایران در بیانیه‌ای که شورای حکام رسانه‌های دولتی آمریکا منتشر کرده، اطلاعیه مطبوعاتی، اشاره شده که کار دولت ایران کاریز خلاف قوانین بین المللی و به هر حال به سازمان های بین المللی مربوط به رسانه های خبری اطلاع داده شده یا میشه و پیگیر خواهد شد. این یک مسیر فنی که ماهواره های زیر بمبارتمان پارازیت ایران رو سامان بدن و به زودی خواهد شد. اما در حال حاضر تصاویر عربسات، نایل سات یا نیل سات، آسیا سات و T12، این 4 ماهواره ای که تصاویر ما رو میتونید داشته باشین، عربسات، نیلسات، آسیاسات، تلستار 12 یا T12 یا تلستار 12. سعی کنید، امیدوارم که بتونید به طور دقیق ببینید تصویرهای ما تا ماهواره بعدی هم راه بیفته. اشاره کردن احمد باطبی، آقای رشیدی، ما همه طیف زندانی داریم، همه طیف یعنی مذهبی اهل سنت، مذهبی اهل شیعه مثل آقای کاظمینی بروجردی، سازمان مجاهدین خلق، ملیگرهای مذهبی، ملیگرهای لائیک و و و همه جور. سخنگوی دولت قبل زندان بوده، سخنگوی دولت قبل تر زندان بوده، وزیر دولت قبل، وزیر پیشین، همه جور بهایی دراویش در زندان. این چیو به شما میده؟ یک دولتی که این همه از طیف‌های مختلفو در زندان داره، کرد، بلوش، لور، فارس، همه رخ. قبل از هر چیز حقیقت مسئله اینه که کشور ما دارای یک تنوعات همه گونه‌ای، یک کشور کثیرالملیه که در چهارچوب ایران زمین زندگی میکنن و یک رژیمی که بیگانه است با روح ایرانی و ایرانی بودن. این حقیقت مسئله است که میتونیم از زوایای گوناگون اینو مورد بررسی قرار بدیم. وقتی که این همه طیف گوناگون زیر ستم جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند، آدم از خودش سوال میکنه در سرزمینی که وابسته به بیگانگان جمعیت میلیونی اند، دیگر این حکومت چه مشروعیتی دارد؟ یعنی کسانی که از زبون مسئولان دولتی میگید، مثل آقای نجار، اگر مثلا من یه نمونه بیارم از کرد به عنوان ایرانی، سالیان متمادیست که جهت آزادی، استقلال، آبادی و دموکراسی برای ایران زمین مبارزه میکنه، ولی حکومتگران همیشه این ذهنیت رو خواستن به افکار عمومی ترویج کنن، تبلیغ کنن و بدن که کرد تجزیه طلبه، میخواد از ایران جدا بشه. و امروز که
اعتراضات شدیدی از سوی مردم، حالا یه بخش از حکومتگران در تهران به وجود میاد، مسئولین بلندپایی جمهوری اسلامی ایران قد علم میکنن و میگن اینها منحرفینن، اینها کسانی هستند که در واقع اسلام و اسلام ناب محمدی رو در خطر قرار دادن و وظیفه اونها پاسداری از اسلامه، ولی در واقع پاسداری از قدرت و ثروت باد آورده است. این روسا مقاله ی آقای مخمل باف پخش شده در رابطه با چگونگی زندگی آقای علی خامنه‌ای که ثروتمندترین افراد دنیا چون این زندگی نمی کنن. ساده میاد جلوی تلویزیون ها، ولی قدرت باد آورده و ثروت باد آورده در اختیارش. آقای نوروزاده مطلبی داشتن، کسان دیگه هم یعنی مطالب زیادی از این چیز تازه نیست در سیستم جمهوری اسلامی، فعلا با ثروت و چیزشون کار نداریم. اونطور حقیقت مسئله اینه که اینها از این دفاع میکنن. آدم از خودش سوال میکنه وقتی که یک جمعیت یک میلیونی در خیابانها اعتراض میکنن به عملکردهای رژیم جمهوری اسلامی ایران، مسئولین جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارن به این که در کهریزک رویداد اینها رو مورد بررسی قرار بدن، ولی چنین نمیشه. خب به اتفاق شما به کمپ اشرف میریم در عراق. زندانی مشهوری هست آقای علی صارمی که به خاطر اعتراض، جزء تظاهر کنندگان معترض به کشتارهای 1367 بود آقای علی صارمی، و در سال 1367 هم میدونیم بسیاری از زندانیانی که محکوم شده بودن دوران زندانشون رو میگذروندن، به گلوله بسته شدن در زندانها، بین 3 تا حتی 20 و چند هزار نفر گزارش شده تعداد قربانیان، و آیت الله منتظری در اعتراض به همین اقدام بود که نامه ای نوشت به آیت الله خمینی، از جمله در مورد همین مورد، و از سمتش کنار رفت. فرزند آقای علی صارمی که به بیش از 10 سال محکوم شده بود و دوران زندان خودشو میگذروند، اخیراً تجدید محاکمه شده و به اعدام محکوم شد. فرزند ایشون در کمپ اشرف هست، کمپ اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق. خودش داستان‌ها و ماجراهایی بر این کمپ رفته بود، گزارش‌های پیشین داشتیم، مورد بحث امروز ما نیست. با پسر ایشون صحبت می‌کنیم. ظاهرا سلام به شما آقای اکبر صارمی. با سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. آقای صارمی، تا اونجایی که برخی خبرها گواهی میده، پدر شما از جمله قصد باز دیدار از شما رو داشت، یا پس از دیدار از شما بوده به ایران بازداشت شده؟ آیا این اخبار رو شما تایید میکنید و به چه شکل بوده، و اساساً چرا تجدید محاکمه شد؟ اگر اطلاع دارید شما به طور مختصر میشنوید و چون این حکمی صادر شد. بله، پدرمو در واقع 3 سال پیش بعد اینکه برای دیدن من به قرارگاه اشرف اومده بود، تو برگشتش به ایران تحت تعقیب قرار دادن، و تو شهریور 86 بعد از سخنرانی تو مراسم بزرگداشت زندانی های سیاسی قتل عام شده، اونو دستگیر کردن و به سلول های انفرادی بند 209 زندون اروین بودن. این بار سومی بود که پدرمو دستگیرم میکردن. پدر مجموعاً 20 ساله که توی زندونه و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته. در اثر همین شکنجه ها یک بار دوچار دیسک کمر شد که دیگه حتی توان راه رفتن هم نداشت. یک بار دیگه سکته کرد که نصف بدنش فلج شد. رژیم ایران الان نزدیک به 2.5 سال که از اسارت پدرم میگذره، از گسیگی به پروندهش خودداری کرده. اما سه شنبه قبل به طور ناگهانی و بدون برگزاری هیچ پروسه قضایی حکم اعدام به اون داره. البته همزمان با پدرم مادرم هم دستگیر کردن. مادرم رو به دلیل اعتراضی که به دستگیری پدرم کرده بود دستگیرش کردن. بگذارید در اینجا البته به یک نکته اشاره بکنم، اونم اینه که رژیم ایران همونطور که خیلی از تحلیلگران میگن به روزای آخرش رسیده و به شمارش معکوس افتاده. به همین دلیل هم هست که تصمیم به سرکوب مردم و کشتار زندانیان سیاسی من جمله پدرم برای بقای خودش گرفته. اونا میخوان همون جنایتی که توسط خمینی تو قتل عام سال 67 همونطور که شما اشاره کردید و علیه مجاهدین و زندانیان سیاسی انجام شد رو دوباره تکرار کنن.
مستمرم میگن که فرماندهی این قیام با مجاهدینه و شعارهای مجاهدین تو خیابونا توسط مردم ایران فریاد زده میشه و با بیان این اتهام محارب با خدا میخوان مبارزینی مثل پدرم و اعدام و کشتار کنن. حتما شنیدید که علی رغم وضعیت موجود اما پدرم نامه‌ای رو داده که البته مفصله، اما یه جمله از اون رو میخوام اگه اجازه بدید براتون بخونم. تو این نامه گفتن که بر این ایام حسینی یک بار دیگر از زبان سرور آزادگان فریاد برمی آورم که اگر آیین محمد و اکنون میهن ما جز با ریختن خون من و امثال من به سامان نمی رسد، پس ای تنابهای دار مرا در بر گیرید. همونطور که می بینید این نشونه شجاعت و جسارت مردم نه. ایران و دیگه سرکوب و اعدام جلوی قیام مردم ایران رو هیچ وقت نگرفته و نمی تونه. سپاسگزار هستیم آقای اکبر صارمی، با سپاس از شما. ما با تشکر از شما به خاطر این فرصتی که دادید که من بتونم اینجا براتون صحبت بکنم. خیلی متشکرم. خانم هیکس، این نگرانی وجود داره، ایشون فرزند یک زندانی هستن در کمپ اشرف، هستن عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و بسیاری دیگه از گروه ها، کشتار 67 هم هست. با اونچه که بعد در مورد آقای علی صارمی اتفاق افتاد، یک زندانی محکوم به یک مدت معینی زندان شده، عادلانه غیر عادلانه بحث ما نیست، این نگرانی برای خیلی از خانواده‌ها به وجود اومده که فرزندانشون که جرمی هم مرتکب نشدن در زندان هستن، ممکنه همونطور که ایشون هم اشاره کرد کشتار 67 تکرار بشه. زندانیان سیاسی یا زندانیان محکوم شده در دوران محکوم هست چی میگن؟ چه کسی مسئول حفظ جون اونهاست؟ سازمان های بین المللی. وقت ما کوتاست، دو دقیقه وقت داریم. آقای چالنگی، جای نگرانی واقعا هست. آقای جنتی دبیر کل یا مدیر کل شورای نگهبان روز جمعه خواستار همون قضاتی شده و همون تکرار فاجعه کشتار قتل عام زندانیان سال 67 شده و وضع نگران کننده ای هست و سازمان ها و نهادهای بین المللی درهای کشور بسته است و فعالین حقوق بشر در داخل کشور زندان هستند. من باید اشاره کنم 7 تن از بهائیان دیروز رو یورش بردن و شبانه اونها رو دستگیر کردن. خانم جینوس صبحانه از دستیاران کانون مدافعان حقوق بشر که قبلا هم بازداشت شده بود دوباره زندانی شده به همراه همسرش و همینطور خواهر خانم عبادی هم به عنوان به هر حال زیر فشار گذاشتن خانم عبادی در زندان هست. پسر خانم غیرت که از فعالین انجمن دفاع از زندانیان هم در زندان هفت هفته گذشته و متاسفانه وضعیت نگران کننده ای هستش و از کسانی که از دستشون در خارج از کشور برمیاد فقط مستندسازی قتل عام، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاده و ما حتی اسامی زندانی ها را نداریم. گفته میشه بیش از 1000 تن در زندان های ایران هستند، بیش از 30 نفر کشته شدن، هنوز اسامی کامل در دست نیست به خاطر بسته بودن درهای کشور. آقای چالنگی، خب آقای رشیدی، ببینید روحانیت شیعه بارها بر سر منبر تبلیغ کرده که در مورد امام اول شیعیان و روایت هست در مورد خلفای دیگه مثل عمر، عثمان، ابوبکر، در مورد امام اول شیعیان گفتن که قاتل قدشو، حتی شهریار شاعر بزرگ ایران هست که میگه به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تو سکنون مسیر کن مدارا. اینو آموزش دادن. ولی امروز 30 سال بعد از حکومت روحانیت شیعه، خانواده زندانیان و زندانیان محکوم شده تأمین جانی ندارن در زندان حکومت اسلامی ایران. نشون دهنده چی؟ خانواده آیت الله قدس قیب رنجنامه منتشر میکنه، نصفان خانواده آیت الله قدس قیب. چیه قضیه؟ یک دقیقه وقت داریم. حقیقت مسئله اینه، من میخوام در این یه دقیقه به یک جمله مشهور مارتین لوتر کینگ اشاره بکنم که از شما انتظار ندارم که از من متنفر نباشی، ولی انتظار دارم و میخوام که به من آسیب نرسانی. جمهوری اسلامی ایران با عملکرد خود، با سیاست‌های خود، با پراکتیزه کردن سیاست‌های خود در بطن اجتماع باعث ایجاد تنفر و باعث تولید خشونت در تمام جوانب شده است. نسلی که امروز
بر علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اون به پا خواسته است، نسلی که اتفاقاً زیر بمباران فکری و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران پرورش یافته است، نسلی که بعد از انقلاب متولد شده است و امروز به میدان اومده است ولی با جمهوری اسلامی ایران و فلسفه وجودی اون بیگانه است. سپاسگزار هستیم آقای رحیمی رشیدی، خانم الهه هیکس، با سپاس بسیار از شما و مهمانان دیگه برنامه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خوش باد.